گالری ملی پورتره واقع در میدان ترافالگار لندن شاید مکانی غیر معمول برای برگزاری آیینی در رابطه با نوروز باشد، اما به همت فری برادلی، برنامه ساز رادیو و از مسئولین یک مؤسسه پژوهشی هنری به نام سیکس پیلرز، این جاذبه توریستی پایتخت بریتانیا با مجموعه تابلوهای نفیس خود به صورت صحنه‌ای برای گرامی داشته نوروز درآمد. Persian New Year, or it was just recently. This is the time when the vernal equinox says to everybody else that it's spring. To Iranians. دکتر خداداد رضاخانی، محقق در دانشکده مطالعات اقتصادی لندن، سخنران برنامه نوروز در گالری ملی پورتره بود که معتقد است بزرگترین اهمیت نوروز در حال حاضر این است که نه تنها جشنی ملی برای ایرانیان، بلکه جشنی فراملی برای منطقه است. کسانی که وارد ایران شدن همین جشن رو نفی نکردن، چون اصلا این جشن اصلش هم از خود ایران و شخصیت ملی ایران نشأت نگرفته بوده، اصلش برمیگرده به بابل باستان و جشن بهاره. حالا اگر ما جدیداً به دلایل سیاسی میبینیم که سعی در سرکوب کردن شاید میشده، این یه چیز جدیدی اتفاقا نمیشه به هیچ وجه رفتش داشت به 1400 سال گذشته. شما خلفای عباسی رو دارین که این جشن رو جشن میگرفتن و پریزاید میکردن به جشن هایی که برای جشنه نوروز. جالبیه این مسئله اینه که شاید چیزی که خیلی جالب میکنه این جشن این باشه که وقتی خارج از کشور هم میاین جشن گرفته میشه و ایرانیان رو زنده نگه داشتن و اومدن اینجا و همین جشن حالا به هر صورتی هستش با هر مخلفاتی که داره برگزار میکنن. در نوفیلم 20 سال ممنونیت از فیلم نام نوشتن، 20 سال سفر، 20 سال هم مصاحبه. یکی از بخش های این مراسم نمایش فیلم این فیلم نیست جعفر پناهی، کارگردان پرآوازه ایرانی بود که مورد غضب حکومت اسلامی قرار گرفته است. الان آتشخال زیاده توش، رفتن بیرون از این خونه وجود نداره. فری برادلی، برگزار کننده اصلی این مراسم که تبار ایرانی دارد و هدفش آشنا ساختن جامعه بریتانیا با جشن نوروز بود، پس از مراسم سخنرانی و نمایش فیلم به عنوان دی جی به پخش ترانه های خاطر انگیز ایرانی برای مدعوین پرداخت. بیژن فرهودی، صدای آمریکا، لندن.